دادگاه‌های جنگی در سال پایانی جنگ ایران و عراق چطور تشکیل شدند و چه کردند؟ آیا فرماندهانی که ادعا می‌شد باعث شکست‌های در جبهه ها بودند، مجازات شدند؟ سلام بر شما و خوش آمدید به صفحه ایران. هفته در سالگرد شروع جنگ ایران و عراق که در ایران هفته دفاع مقدس نام دارد قرار داریم. جنگی که 8 سال طول کشید و در طول دوره آن بخشهایی از مناطق مرزی ایران و عراق بارها بین دو طرف دست به دست شد. در سال پایانی جنگ زمانی که آیت الله خمینی فرمانده کل قوای ایران تحت فشار از سوی جانشین فرمانده کل قوا اکبر هاشمی رفسنجانی و شماری دیگر از سیاسیون برای پایان جنگ بود و بعضی فرماندهان سپاه تجهیزات بیشتری برای ادامه جنگ می‌خواستند، او فتوایی صادر کرد که بر اساس آن می‌شد کسانی را که به دلیل کوتاهی باعث شکست‌های شدند اعدام کرد. علی رازینی مسئول تشکیل دادگاه ویژه تخلفات جنگ اخیراً درباره این دادگاه‌ها توضیحاتی داده. از جمله گفته که این فتوا پایه بسیاری دیگر از قوانین شد. امروز از این فتوا بیشتر میشنویم و اینکه تاثیر آن در فضای سیاسی 30 سال بعد از جنگ در کشور چه بوده. در این بحث دو میهمان داریم. حسین آریان، تحلیلگر امور نظامی و راهبردی از نیوکاسل و محمد حیدری، روزنامه‌نگار از واشنگتن. خوش آمد میگم به دو مهمان برنامه. آقای حیدری، اگه من بخوام از روی این فتوا بخونم، خیلی فتوای کوتاهی هست. آقای خمینی خطاب به علی رازینی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در زمان صدور فتوا نوشته دادگاه ویژه تخلفات جنگ را در کلیه مناطق جنگی تشکیل و طبق موازین شرع بدون رعایت هیچ یک از مقررات دست و پاگیر به جرائم متخلفان رسیدگی کنید. در نمره دو نوشته هر عملی که به تشخیص دادگاه موجب شکست جبهه اسلام یا موجب خسارت جانی بوده یا میباشد مجازات آن اعدام است و سلام. به نظر خیلی حکم کوتاهی است برای رسیدگی به یکی از پیچیده ترین اتفاقاتی که در کشور در حال وقوع بوده. چه تأثیری داشت این فتوا؟ بله، من عرض سلام و ادب دارم خدمت شما مهمان عزیز برنامه و بینندگان محترم. عرض کنم که به نظر میاد نامه آقای خمینی در یک شرایط سیاسی و حتی روحی خاص خود ایشون صادر شده. فراموش نکنیم که نامه مربوط به اعدام زندانیان سیاسی هم با چند روز فاصله در همین روزها نوشته شده، بنابراین خیلی عجیب نیست. اون نام هم مشابه همین نامه نوشته شده و این روحیه آقای خمینی که حالا ظاهرا فکر میکرده که برای حل یک مسئله باید یک مواجهه شدید و در واقع اعدام میتونه راه حل باشه، این مشابه همین موزه رو داشته درباره زندانیان سیاسی. اما به نظر میاد که یک فضای دیگه هم اون شکست های متعددی که ایران در اون روزها باش مواجه شده توی جبهه های جنگ، این فضا رو تشدید کرده. تا اون موقع عده‌ای از سیاسیون تشویق میکردن و میخواستن که یک سیستم تنبیه در روند جنگ اجرا بشه، بله. یا به تعبیر خودشون سیستم تشویق و تنبیه اجرا بشه که اگر کسی تخلفی داشته تو جنگ بهش رسیدگی بشه. تا اون موقع همچین سیستمی برقرار نبوده. خیلی دیر نبود در 8 سال بعد از شروع جنگ بخوان چنین کاری بکنن؟ البته خب با توجه به اینکه جنگ تموم میشه اون زمان، حرف شما درست هست و در واقع میشه گفت که خیلی دیر هست. حتی این نامه بعد از پذیرش قطعنامه در واقع نوشته شده. منتها خب با توجه به اینکه واقعا هنوز نمیشده قطعا پیش بینی کرد که آیا جنگ مثلا دو ماه دیگه تموم میشه یا دو سال دیگه، برای همین شاید اون موقع اونا فکر نمیکردن که دیر هست. اما دنبال همچین برنامه‌ای بودن و حتی تو اون نامه پیشنهادی که رئیس جمهور وقت نوشته بوده به آقای خمینی برای اینکه آقای هاشمی رفسنجانی بشه جانشین فرمانده کل قوا، تو اون هم همچین یکی از در واقع دلایل
میشه گفت، یا یکی از درخواست‌هایی که رئیس جمهور داشته برای کسی که قرار جانشین فرمانده کل قوا بشه همین بوده که بتونه رسیدگی کنه به اون چیزی که اونا تخلفات جنگی میدونست. متوجه. آقای آریان، آیا در سیستم نظامی ایران دادگاه‌های نظامی وجود نداشت؟ به هر حال ایران یک ارتش نسبتاً بزرگ و با تعداد قابل توجه نیرو داشت، پیش از اون یه سیستمی نداشت برای رسیدگی به تخلفات اینچنینی؟ چرا، این سیستم را داشت. ببینید، این فتوایی رو که آیت الله خمینی صادر کرد، این یه سابقی هم داشته. مثلا برای نمونه در عملیات خیبر، 30 اسفند 62، در ارتباط با اشغال جزیره مجنون، اونجا کوتاهی های شدیدی مشاهده شد که ایران 30,000 کشته داد. اونجا هم یه صحبت هایی بود که با بایستی متخلفین مجازات بشن. این رو در نوشته ها و حرف های رفسنجانی ما میبینیم. و همینطور این همین موضوع، یعنی تشکیل دادگاه های صحرایی به حساب، یا به قول خودشون دادگاه ویژه تخلفات جنگ، رو پس از بازپسگیری فاو توسط صدام حسین اونجا هم میبینیم که در مورد رحیم صفوی مطرح شد و کسان دیگه. و این فتوایی که صادر شد، خب یه هفته بعد از پذیرش قطعنامه 598 بود و خیلی چیزها رو خود جمهوری اسلامی رعایت نکرد. چه فتوایی؟ ببینید، شما در سیستم ارتش وقتی که آتش بس، یعنی قطعنامه 598 قبول کردید، پشت سرش آتش بسه. سه تا حلقه داریم ما. این سه تا حلقه، یعنی حلقه ای که ما رو از جنگ میرسونه به صلح. یکیش آتش بسه، یکیش متارکه است، یکیش ترک مخاصمه است. بله. خب شما وقتی آتش بس اعلام کردید، بعد اینو از رادیو اعلام میکنید، نامه آیت الله خمینی رو میخونید، به همه میگین، چه دستوری شما به اون یکانها، به اون واحدهایی رو که در خط جبهه بودن دادید؟ چه تمهیدات بین المللی، یعنی عدم هماهنگی بود، هماهنگ نشده بودن با نیروهای. ولی ببخشید، من قبل از اینکه با آتش بس برسیم، من میخوام اول راجع به سالهای جنگ مقدار بیشتر صحبت بکنیم و همون سال پایانی، سال 67 که به هر حال اینقدر الان موضوع بحثه. چه کوتاهی های آقای آریان صحبتش بود که گفته میشد که باید رسیدگی بشه؟ آقای خمینی میگه بعضی هاش مجازاتش باید اعدام باشه. چه جور کوتاهی هایی ازش صحبت میکنیم؟ کوتاهی هایی که زیاد بود، بسیار زیاد بود. الان من خیلی خوشحالم که واقعا در 10-15 سال گذشته اینا داره یواش یواش آشکار میشه. وقتی که جنگ تموم شد، اصلا این جنگ تو یک اون چی که اتفاق افتاد در یه حاله ای از به حساب قداست و پاکیزگی بود و هیچ کس اصلا اجازه نمیدادن که حرفی بزنه. فقط یه قرائت بود و اون قرائت هم قرائت سپاه پاسداران و قرائت رسمی بود. حالا یه ذره باز شده و باید مشخص بشه. کوتاهی هایی به اون معنا در کار نبود، برای اینکه ایران ضعیف شده بود. کسی نمی رفت به جبهه. وضعیت اقتصادی کشور فلاکتبار بود. کسی که مثل شمخانی می گفت که حتی ما پوتین و بند پوتین هم نداشتیم. متوجه. ولی بابت اینها که نمیشد فرماندهان حالا عالی رتبه یا میانی رو مقصر دونست. به هر حال کشور دچار مضیقه بود. من میخوام یه چیزی رو اشاره بکنم از صحبت‌های خود آقای رازینی. اینجا میگه اگر کسی به خاطر اینکه مثلا دلش تنگ شده وسط عملیات پشت شده رفته خانواده‌اش رو ببینه و تعداد زیادی از افراد رو به نوعی تحت خطر قرار داده، او هم مسئول هست، در حالی که ظاهرا سابقا چنین مسئولیتی رو به دوش او نمیگذاشتن، بعد از این فتوا او رو مسئول دونستن. و بعد میگه که بر اساس این ما به این نتیجه رسیدیم که این مثل این هست که به هر حال کوتاهی او باعث کشتار زیادی شده، بنابراین این میتونه قتل محسوب بشه. بحث این هستش که آیا بر اساس اینها، بر اساس این برداشت ها کسی اعدام شد از فرماندهان عالی رتبه و میانی جنگ؟ آقای حیدری، عرض کنم که من اول یک اشاره‌ای بکنم درباره کوتاهی‌هایی که تو جنگ شد، بعد خدمتتون عرض کنم. به نظر میاد که
در واقع این نگاه بین فرماندهان سیاسی جنگ وجود داشته که توی سپاه پاسداران کوتاهی هایی میشه. بذارید مثلا من یه اشاره بکنم، بعد از عملیات ولفجر که حتی یک عملیات موفقی محسوب میشه و به سقوط فاو یا به در واقع تسخیر فاو منجر میشه، اونجا آقای هاشمی رفسنجانی تو خاطراتش میگه که هدف ما تو اون عملیات این بود که تا ام القصر بریم، اما نرفتن فرماندهان سپاه. و تو خاطراتش میگه شایعاتی اون موقع بود که احتمالاً تعمدی توی کار بوده. یا مثلا فرض کنید که باز میخوام حرفتون یادتون نره، ولی تو این صحبت ها آقای رازیلی میگه صحبت هایی هم از در واقع فرماندهان ارتش بود، در واقع هر دو طرف همدیگر رو متهم میکردن، سپاه ارتش رو و ارتش سپاه رو. ببینید البته آقای رازینی به نظر من یه بخشی از حقیقت رو میخواد کتمان کنه تو همین صحبت ها، همینطور که میفرمایید میگه این اصلا این فتوا بیشتر نگاهش به فرماندهان ارتش بود، این در واقع میخواد که سپاه پاسداران، عجیبم نیست البته این روحیه هست توی حکومت ایران، میخواد سپاه پاسداران رو تبرئه کنه. اما واقعیت این هست که اساسا 5 سال آخر جنگ اکثر عملیات های تهاجمی رو سپاه پاسداران فرماندهی کرده و اکثر مناطقی هم که در واقع تسخیر شده از طرف ایران دست سپاه پاسداران بوده، هم کنترلش هم حفظش. بنابراین وقتی که ما درباره مثلا شکست صحبت میکنیم از فروردین سال 67، اون یک سال آخر که واقعا یک دومینو شکستی هست، شکست پشت شکست هست، اصلا حیرت انگیزه. مثلا فرض کنید که توی بعد از اینکه فاو 25 ششم فروردین سال 67 سقوط میکنه، عراق میاد اعلام میکنه که ما 4 خرداد میخوایم حمله کنیم به شلمچه، یعنی حتی مخفی نبوده، میاد علنی اعلام میکنه که ما میخوایم حمله کنیم و حمله میکنه، میگیره اونجا رو. یعنی حتی عملیات هایی هم که انجام میدادن گاهن قبلش رجزخونی میکردن و بعد حمله میکردن، این نشون میده که یک اتفاق افتاده بوده. اما میخوام بگم قبل از اون هم شکست های واقعا فجیع اتفاق افتاده بوده که مشهورترینش خب عملیات کربلای 4 هست، شاید بزرگترین شکست دوران جنگ هست. و صدها نفر، شاید هزاران نفر اونجا کشته میشن. بنابراین این که در طول دوران جنگ بارها شکست خورده بودن به اهداف، حتی تو عملیات هایی که مدعی هستند ما موفق شدیم، مثل عملیات ولفجر 8، به اون اهداف تعیین شده نرسیده بودن و شایعاتی وجود داشته یا شبهه هایی وجود داشته که یه تعمدی توی کار هست. شاید مثلا فرض کنید که تو همون سقوط فاو عده‌ای از فرماندهان جنگ اصلا تو منطقه نبودن، رفته بودن توی کنفرانسی سیاسی شرکت کنن، بله، که در آستانه در آستانه انتخابات مجلس سوم بوده. ظاهرا سپاه پاسداران ذهنیتش اون موقع این بوده که باید یک عده از فرماندهان و اعضای سپاه پاسداران وارد مجلس شن و داشتن برای اون آماده می شدن. خب این خیلی در واقع واکنش بدی ایجاد کرده بود که خب البته سپاه پاسداران این کار رو بعدها کرد. بله. و الان تقریبا تمام نهادهای مجلس دولت خیلی هاش در دست تسخیر اعضای سپاه پاسداران هست، یا اعضای برگشتی سپاه پاسداران. بله، لباسشون عوض کردن. بله. و حالا اونجا هستن. بنابراین این برنامه بوده که اون موقع هم داشتن. این و این شیوه مواجهه با جنگ که خب عرض کردم آقای رفسنجانی اصلا میگه بعد از ولفجر 8 این شایعاتی بود که سپاه عمدن نخواسته که به اهداف عملیات برسه. آیا چرا همچین چیزی میخواستن؟ خود هاشمی رفسنجانی حدسش این هست که میگه من چون برنامه‌ام این بود که جنگ رو تمام کنم با یک پیروزی، اینها به من میگفتن که نه، امام میگه جنگ تا پیروزی، تو میگی جنگ تا یک پیروزی. بله. بنابراین با این سیاست موافق نبودن، احتمالا نمیخواستن جنگ تموم بشه. حالا من نمیخوام بگم آقای هاشمی رفسنجانی میخواست جنگ تموم شه، اون روایت هاشمی رفسنجانی هم خودش میگه معلوم نیست چقدر درسته، ولی به هر حال نشون میده که این اختلافات بوده. آریان، این چیزهایی که ما الان داریم و داریم راجع بهش صحبت میکنیم همه صحبتهایی هست که حالا مثلا آقای رازینی چیزهایی گفته، از اون طرف خاطرات آقای رفسنجانی هست، خاطرات بعضی دیگر از فرماندهان سپاه و غیره. پس این هستش که واقعا چقدر اینها قابل اتکاست؟ آیا میشه ما به یک در واقع تعریف مشترک برسیم، به یک سناریوی مشترک که چه اتفاقی افتاد در اون ماه ها و سال پایانی جنگ؟
خب خیلی کار مشکلیه، برای اینکه به هر حال لاپوشانی میکنن، خیلی از چیزها رو نمیگن. ببینید یه مقدار از این عملیاتی که مثلا فرض بکنید که عملیات فاو انجام گرفت، بسیار خوب، عملیات فاو رو میفرمایید، برای اینکه تو ایران به فاو مشهور است. بله بفرمایید. فاو، آره. خب این والفجر 8 اجرا کردن و فاو گرفت. خب هدف این بوده که بدن ام القصر رو از اونجا برن به بصره، از اون ورم داشتن عملیات انجام میدادن که بصره بگیرن که موفق نشدن. ببین یه مقدار اینا بعد میگرده به توانایی، سلاح، تجهیزات، تاکتیک و کارهایی رو که باید انجام بدن. تمام اینا دست سپاه پاسداران بوده. ما وقتی از سپاه پاسداران صحبت میکنیم انگار مثل این که مثلا یک ارتش کارآزموده بوده. خیر، اینا یه سری جوانایی بودن که در وهله اول اینها به خاطر داشتن عرق انقلابی و این که دنبال شهادت باشن و با اون فضایی را که در ایران به وجود اومده بود، اینا رفته بودن برای جنگ. داشتن با یک ارتش کلاسیک عراق که از طرف تمام کشورهای عربی پشتیبانی میشد، چه مالی چه تسلیحاتی، و کشورهای اروپایی و آمریکا میخواستن بجنگن. اینا کشش نداشتن، این فرماندهان، این فرماندهانی که به خود آقای مثلا فرض بکنید محسن رضایی، با جنگ وقتی که شروع شد من 32 سال 33 سالم بود، محسن رضایی 10 سال از من جوانتره، خدمت سربازی هم اگه کرده بود، این چه کشش نظامی و چه معلومات، چه رهبری و چه توانایی داشت که بخواد بیاد یه همچین تشکیلاتی رو اداره بکنه. ولی در ارتش که اینطور نبود، ارتش فرماندهان کارکشته هم توش بودن. حالا بگذاریم دیگه، قابل توجهی که اعدام شدن. اینا رو من با شما موافق نیستم. اینا رو خیلی اسطوره سازی کردن فرماندهان کارکشته. شما فرمانده به دنیا نمیاد. اینا اکتسابی است، باید یاد بگیریم. بیشتر کارهایی رو که کردن و بعداً مشخص شد و کارها آدمهای به حساب سرآمدی از وسط اینا در اومدن، اینا به خاطر خطا و به حساب ترایل اند ایرر بوده، یعنی هی خطا می کردن و آزمایش و آزمون خطا بوده که به اینجا رسیدن. اینا ارتش رو پس زدن، خودشون اومدن جلو و اومدن این کارا رو کردن، به نتیجه هم نرسیدن. بذارید من یه نکته رو بگم. این واقعا به اصلا باعث شگفتی است و اصلا واقعا باعث گریه است. شما یه فرمانده‌ای دارین به اسم محسن رضایی، فرمانده سپاه پاسداران، سالهاست فرمانده است. این آقا میاد میگه که من برای اینکه صدام حسین شکست بدن، حالا این نامش مشخص شده و همه هم میدونن، من تا 5 سال آینده نمیتونم هیچ کاری انجام بدم، یعنی پیروزی در کار نیست، 250 تیپ پیاده میخوام، 2500 تانک میخوام، 3000 توپ میخوام، 300 تا هواپیما میخوام، 300 تا هلیکوپتر میخوام پشت سر این سلاحهای لیزری اتمی. این اصلا نشون میده مثل که توی عالم دیگری زندگی میکرده، از وضعیت کشور با خبر نبوده، نمیدونستی که اقتصاد کشور فلج شده و در سال 1986 به خاطر پایین اومدن قیمت نفت، یعنی یک تکانه معکوس نفتی به زیر 10 دلار رسیده بود و درآمد ارزی کشور 6.6 میلیارد دلار در سال 1986 بود، یعنی پایین ترین رقم. کشور در وضع فلاکتباری بود و ایشون میاد یه همچین لیستی رو اداره میده. اصلا ایشون مثل که اصلا نمیدونسته داری چی میگذره. این شما اینه بذاریم به عنوان الگو فرمانده سپاه پاسداران. نمیخوام باعث به حساب توهینی به کسی کرده باشم، اون موقع ایشون نمیفهمید، الانم که جای خود داره، با اینکه رفته با واپسنگری و بازاندیشی و ادراک ماوقع، خیلی از اون خطاهای گذشتهشون رو دارن سعی میکنن که بپوشونن. آقای حیدری، تو این صحبتایی که آقای رازینی کرده، یه جاش میگه که این فتوا پایه بسیاری دیگر از قوانین شد که بعدتر شورای نگهبان به این فتوا در واقع استناد کرد و اون قوانین رو تصویب کرد. برداشت شخص من این بود که مثلا قوانینی که مربوط میشه به کسانی که محدور دم هستند احتمالاً از این برداشت شده. نظر شما چیه؟ آیا میشه دید اثر این فتوا رو در سالهای بعدی و در سالهای اخیر؟ بله، به نظر میاد که البته اونجا یه اشاراتی خودش میکنه به اینکه ما از همین حکم آقای خمینی استفاده کردیم برای اینکه بعد از اینکه اعضای سازمان مجاهدین خلق
در اون عملیات فروغ جاویدان یا به تعبیر جمهوری اسلامی عملیات مرساد وارد ایران شدن، میگه ما عده‌ای از اونها رو همونجا از همین فتوا استفاده کردیم و به صورت صحرایی اعدام کردیم. در واقع میگه بیشتر کسایی که اعدام شدن، کسانی که اعدام شدن مجاهدین بودند نه فرماندهان سپاه و سپاهیان. بله دقیقاً. ایشون میگه که مثلا یکی دو نفر شاید از فرماندهان رد پایین جنگی، اشاره هم نمیکنه سپاه یا ارتش، اعدام شدن و ولی این فتوا رو استفاده کردیم برای اینکه در واقع اعضای مجاهدین رو که به ایران وارد شده بودن اعدام کنیم. و نکته خیلی مهمی هست این، برای اینکه دقیقا همون زمان اون 3-4 روز بعد از این همین نامه که در واقع درباره اعدام متخلفان جنگ هست، نامه دیگری آقای خمینی نوشته و در اون زمینه تشکیل اون هیئت مرگ و اعدام صدها زندانی توی زندانهای ایران فراهم شده. و البته گفته میشه که یک نامه دیگه هم هست که برای اعدام نیروهای چپ هست که ما از اون نامه و از متنش بیخبریم. بنابراین این 3 تا نامه در یک زمان و با فاصله چند روز نوشته شده، نشون میده که فضای اون روزها چی هست. این حداقلش این هست، اینطور بگم، حداقلش این هست که نامه اولی که درباره فرماندهان متخلف جنگ آقای خمینی نوشته، زمینه ای هست برای اینکه نامه های بعدی رو توجیه کنند احتمالاً و بگن که ما مثلا با فرماندهان جنگ هم همینقدر شدید برخورد میکنیم. اما نتیجهش رو هم به نظر من خیلی اهمیت داره، چنان که رازینی اعتراف کرده حتی نامه اول هم منجر به اعدام مخالفان حکومت شده و هیچ یک از فرماندهان جنگ اعدام نشدن. البته من این رو بگم که خوشبختانه اعدام نشدن، چون اعدام در هر صورت یک جنایت هست. بحث من این نیست که چرا اعدام نشدن، نگرانی ما این هست که چرا دیگران جنایت شده در حقشون. بنابراین اونجا شما میبینید که چرا، سوالی که مطرح میشه اینه که چرا حکم اولی که آقای خمینی داده بوده در مورد فرماندهان متخلف جنگ اجرا نشده، اما اون یکی نامه هایی که در مورد زندانیان و اسرای جنگی بوده اجرا شده. باید گفت که به نظر میاد بخشی از نیروهای سیاسی ایران با جدیت تلاش کردن که جلوی اجرای نامه اول رو بگیرن، اما در مورد نامه های بعدی متاسفانه هیچ اقدامی نکردن. و در واقع این نشون میده که این توان رو داشتن. اینطور نبوده که چون آقای خمینی فتوا داده پس هیچ کس مثلا جرأت نمیکرده جلوش رو بگیره یا همه مثلا تسلیم این فتوا میشدن، به هیچ عنوان نیست. اجرا نشدن حکم اول نشون میده که میتونست حکمای دیگه هم اجرا نشه. بله. اما خب در مورد حکمای دیگه توافق داشتن. بله. اما اینکه روی چه قوانین بعدی چه تأثیری داشته، احتمالا میشه گفت که این زمینه رو فراهم کرده برای اینکه اون در واقع احکامی که میتونه منجر به اعدام بشه تسهیل بشه اجراشون. آقای خمینی اونجا صریحا میگه که حتی بدون رعایت در واقع قوانین دست و پاگیر، مقررات دست و پاگیر، انگار که این قوانین و مقرراتی که باید برای احقاق حقوق متهمین اجرا بشه دست و پاگیر هست. بله دقیقاً. آقای آریان، به عنوان سوال آخر از شما بپرسم، به هر حال این روزها ما دائم درباره احتمال یک جنگ میشنویم در خصوص ایران و اتفاقاتی که به هر حال این روزها میفته. 30 سال از اون اتفاقات گذشته، آیا ایران الان در جایگاه بهتری هست از لحاظ رسیدگی به اتهامات این چنینی و قوانین و مقررات درباره اونها؟ 100%. از نظر به هر حال کلی ایران در این زمینه پیشرفتایی رو کرده. ولی بذارید یه نکته رو در همون بحث قبلی که داشتیم اینو خیلی سریع میگم. بفهم. و اون اینی که ببینید وقتی که میگه که شما این فرماندهان نظامی رو، این فتوا رو که صادر کرده آیت الله خمینی، دانسته یا ندانسته موجب شکست جبهه اسلام شدن، شما بایستی یه مقدار مقدورات هم، حالا گذشته از خصوصیات به حساب اون افراد فرماندهان و اینا، باید در اختیارشون بذارید. این مقدورات نبوده. در این حال این اصلا صدام موضعی رو که گرفته بود اصلا باعث شکست داشت میشد. صدام عملیات توکل علی الله رو این شروع کرد. این 5 تا برد داشت. یه بردش در مورد فاو بود که 29 فروردین 67 اینو آزاد کرد.
بعد رفت برای دریاچه ماهی، بعد رفت به طرف جزایر مجنون، بعد نبرد دهلوران که 21 تیر 71 6 روز قبل از اینکه ایران آتش بس رو بپذیره اینو آزاد کرد، بعد نبرد قصر شیرین و بعد آتش بس رو به درستی اجرا نکردن، این مقرراتشو پرسنل سلاحاشونو گذاشتن زمین و با اعلام این آتش بس از طریق رادیو فکر کردن خب همه چیز تموم شده، صدام پیشروی بیشتر کرد برای اینکه دست بالایی رو در مذاکره داشته باشه. بنابراین واقعا اون فتوایی رو که صادر کرده باید فرماندهان اعدام بشن، حالا گذشته از بسیاری از نکات و فاکتورهای دیگه، واقعا محلی از اعراب نداشته، یعنی یک جای پایی درست اساسی نداشته برای این کار. متشکرم آقای آریان و آقای هیدری، ممنونم که در این بحث تاریخی با ما شرکت کردید و ممنونم از شما که با صفحه 2 همراه ما بودید. برنامه برای یک هفته روی وبسایت و همینطور در سایت یوتیوب ما در اختیار شماست، میتونید پادکست ما رو هم بشنوید. برنامه بعدی روز پنجشنبه. شب روزتون خوش. We'll be right back.